پام دیت را ور سره په استودیو کې د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د ادرس میدمن هغه د ادرس په خیر اغلی وخت مونږ نیکمر تشکر وخت که پر لاند باندې د پرون غونډې په تړاو باندې لاند معلومات ورکړي چې په څه مخ باندې جوړ شوی تشکر از شما نشست که دیروز مسات به خاطر گردهمایی که گرفتن هدفی بود که ما بتانیم بیشتر کار کرد روی ولسوالی ها صورت بگیره و چون شما میدونید که بیشتر فوکس و توجه تمام مؤسسات و همچنان هدارات بیشتر در مرکز است و نیازمندی مبرم دختر خانم ما در ولسوالی بیشتر است که اینا باید یک توجه خاص در این راستا صورت بگیره وزارت امور زنان در این راستا قبلا ما کار کرده که خود وزارت امور زنان انجام دادیم در سال 1398 ما تقریبا در حدود 300 ولسوالی را مد نظر گرفتیم که در این ولسوالی ها در بخش اطلاع رسانی و آگاهی دهی کارکردهای خود انجام دادیم که ما بتانیم خانمایی که در مناطق دوردست اینا سکونت دارن و نیاز دارن که از حقوق خود و از کارکردهای حکومت اینا آگاه باشن ما تانستیم که بعض اطلاع رسانی را برشون برسانیم که در بخش حقوق خانما بود حقوق خانواده بود نتایج ناگوار روس معنانات که باعث ای شده که جلب پیشرفت خانمان را بگیره یک موانع بزرگ در صدر روی خانما قرار گرفته و همچنان درباره قوانین حمایت از بانوان یعنی کدام قوانین است که از بانوان حمایت میکنه و چگونه میتونیم قوانین تطبیق کنیم و راهکارهای خوب و بهتر برشان داشته باشیم و همچنان در بخش اشتراک زنان در پروسه صلح بود یعنی کارکرد وزارت امور زنان بر تمام ولسوالی ها قناعت بخش نیست ما از تمام مؤسسات خواهش میکنیم که در راستای زنان فعالیت داشته باشند و در بخش بهبود وضعیت خصوصا زنان روستایی نیازمند همکاری بیشتر هستند خصوصا در بخش های ورزشی و در بخش های مختلف اینا کارکرد صورت و مشکل و چالش های زیاد وجود داره صدر اجازه بیرت تاسو را ګرځو په لاندې ډول باندې قدر من لیدونکو وسه مرګرځو د کډوالو د نړیوالې ورځې په تړاو باندې وی غونډه قدر من لیدونکو تاسو په کابل کې د کډوالو چار وزارت له لوري د کډوالو د نړیوالې ورځې په تړاو باندې ګډه غونډه لیدل اوس هم راځو د ښځو په تړاو باندې د پرونۍ غونډې په اړه باندې د رویه د ادرس خبر تاغل د ادرس مثلا په لرې پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې دوی موضوعاتو باندې چې پرون بحثونه ترسره سوي دي یو عدالت غوښتنې ته د رسېدو په پار باندې د ښځو لاسرسی او بله هم په محلي کچه باندې په تصمیم نیونه کې د خلکو د ښځو ګډون دی دې برخو کې څومره پیشرفتونه سوي دي څومره پرمختګونه رامنځته سوي دي البته په لرې پرتو سیمو کې تشکر از شما در بخش ولسوالی ها بیشتر به خاطر دسترسی زنان به عدالت واقعا ما یعنی کار کرده که وزارت امور زنان هم جان داده باشه ما فقط با سطح دادخواهی بوده که باید ایجاد شوه به بخش عدالت خواهی اما تا فعلا هنوز هم با مشکلات زیاد مواجه هستیم که در مناطق دوردست همچو به خاطر دسترسی زنان به عدالت کار کرده صورت نگرفته و یا اینکه صورت هم گرفته قناعت بخش نیست چون وزارت امور زنان واحدای سیومی نداریم که ما با ولسوالی ها مستقیم واصل شویم ما فعلا وزارت امور زنان روی یک خط تلفن رایگان کار جریان داره که به شماره 6767 است ما میتونیم که با ولسوالی ها و با مردم ولسوالی خوبتر و بهتر وصل شویم ما مشکلاتی که دختر خانم ها در بخش دسترسی به عدالت دارن میتونن مشکلات از خط تلفن به ما وصل شون متخصصین حقوقی ما در مرکز اینا روی لاین هستن اینا میتونن مشکلاتشون رو درج کنن و یا که در بخش ثبت قضایا و یا هم عدم دسترسی دختر خانم در بخش عدالت و یا که عدم پیشرفت قضایا باشه ما میتونیم باشون هماهنگی کنیم و باشون از خط تلفن رایگان باشون همکاری می داشته باشیم باید. اما تا فعلا ما فقط از طریق شوراها با ولسوالی ها وصل میشیم که تعداد از شورای زنان هستند که اینا میتونن مشکلاتی که در ولسوالی ها ایجاد میشه اینا میتونن که دختر خانم را انتقال میدن به مرکز ولایت و از طریق مرکز ولایت مشکلاتشون رو میتونیم حل فصل کنیم اما دادخواهی بر این داریم که باید وزارت امور زنان واحدای سیمی داشته باشه هدف از این است که ما ولسوالی های زیادی داریم که تعداد زیادی از دختر خانمان متضرر و نیازمند در ولسوالی ها هستند و اینا نیاز همکاری بیشتر به وزارت امور زنان و تمام ادارات دارند اگر وزارت امور زنان تقاضای ما و همچنان طرح ما را با ریاست جمهوری شریک ساختیم اگر این نهایی شود ما میتونیم با داشتن واحدهای سیومی که در ولسوالی ها میتونیم که کارکرد خوبتر و بهتر و موثرتر در راستای زنان هم داشته باشیم و همچنان در بخش از اینکه دسترسی زنان در بخش
رهبری و در سطوح رهبری واقعا و یایی که در بخش خدمات ملکی خیلی کم رنگ است. ما تقریبا سمپوزیوم هایی که در زون مختلف افغانستان برگزار کردیم، تعداد زیاد از به عنوان از ولسوالی های دوردست دعوت کردیم، تعداد از دختر خانمایی بودن که از ولسوالی های دوردست اینجا اشتراک کردند، مشکلاتشان با ما شریک ساختن و مطابق مشکلات این دختر خانما وزارت امور زنان پلیسی ها را طرح کرد و با ادارات مختلف ما شریک ساختیم و باید به با این پلیسی ها تطبیق میشد و مشکلات دختر خانما حل پالیسی په تطبیق سره مثلا څومره غوسی متجتاسو د شزو د مشکلات په تړه باندې کوم شکایتونه راټول کړي څومره رسیدګي ورته سوی د پلری پروتو سیمو کې د ادارات لوري واقعا تا حد رسیدګي شوده، یعنی هنوز هم مشکلات وجود داره. ما نمیتونیم بگوییم که واقعا همه مشکلات حل فصل شده و ما تونستیم که راهکار خوب در بده. برخو که اساسی مشکلات یکی از مشکلات خیلی کلیدی که دختر خانمان نیاز کلینیک هایی که از دکتران اوناسیا باشن تقاضا کردن که ما ای را با وزارت صحت شریک ساختیم و در ولسوالی هایی که اینا تقاضا کردن با هماهنگی وزارت امور زنان و وزارت صحت تانستیم بعضی کلینیک ها را در مناطق دوردست مد نظر بگیریم و همچنان عدم دسترسی دختران به تحصیلات ابتدایی یا مکاتب ابتدایی بود که نبود اون استادان اوناسیا باعث شده بود که اینا حضور خیلی کمرنگ به مکاتب داشتن که مشکلات هم تا حد اهل فصل بل اغل درس مثلا د فیصدی په لحاظ باندې ویل سی په تیرو پنځو کلونو کې دغه وزارت تر کومه بریده پورې توانېدلی دی چې مثلا په لرې پرتو سیمو کې د ښځو مشکلاتو ته لاسرسی ولري یا د ښځو مشکلات راجمع کړي د هغوی شکایتونه واوري او دغه مشکلات د فیصدی په لحاظ باندې څومره حل سوي؟ به خاطر حل مشکلات واقعا تنها وزارت امور زنان نیست، حکومت هم در مدت 4 سال توجه خاص در بخش روستاها داشته. اولین پلانی که جناب رئیس جمهور با مردم شریک ساختی بوده که باید در بخش ولسوالی ها و مناطق دوردست کار صورت بگیره. وزارت امور زنان هم چون مطابق پلیسی خود ریاست جمهوری حرکت میکنیم یا حکومت حرکت میکنیم، این پلیسی ها را تعقیب کردیم. به خاطر توانمندسازی اقتصادی در مناطق دوردست واقعا کارکرد صورت گرفته. ما تعداد زیاد از دختر خانمایی که در مناطق دوردست اینا بازار فروش نداشتن، ما تونستیم باشون هماهنگی کنیم و اینا رو شناسایی کنیم و یک لیست رو آماده بسازیم که دختر خانم‌ها در نمایشگاه های ملی و بین المللی اینا رو ما میتونیم معرفی کنیم که اینا بتونن که از نگاه توانمندسازی اقتصادی و مو اشیاء دستاشتی خود یا صنایع دستاشتی خود به فروش برسانن. یعنی کارکرد صورت گرفته. همه مشکل اینجاست که یک وزارت امور زنان نمیتونه که همه مشکلات حل فصل کنه. ما نیاز بیشتر به همکاری و هماهنگی ادارات مختلف داریم. ما فقط صدا و مشکلات زنان دختر خانم ما را با ادارات شریک میسازیم که حداقل باید مشکلات دختر خانم ها رسیدگی صورت بگیره و یا اینکه مشکلاتی که دختر خانم ها بیشتر داشت به صورت نبود مکاتب اوناسیا و یا اینکه نبود معلمین اوناسیا که ما با ادارات شریک ساختیم. ما نمیتونیم که برشان مکاتب و یا اینکه یعنی کارکرد وزارت امور زنان نیست، اما هماهنگی و دادخواهی در این راستا صورت گرفته. کاری که وزارت امور زنان خود انجام داد برگزاری سمپوزیوم ها بود، واقعا مشکلات ما تانستیم که نیاز سنجی کنیم و مطابق از پالیسی طرح کنیم و با ادارات شریک بسازیم. ډیر زیات مننه در شزو چار وزارت ویاند رو یاد ادرس تاسو لپاره تاکس خوشاله اوسه. قدرمن لیدونکو دی برخه کلاند وقفه درو بیا به هم نیمه ورځ دوام لري.